دارید مطرحه. مسئله باورمندی هر فردی یه مسئله شخصی خودش هست. اگر من در لبنان الان زاده شده بودم، ممکنه حزب‌اللهی بودم. اگر در ایران انقلابی بودم، این درست پرسش شما رو در اصل در کتاب اکوزاری آمده و مطرح کرده و از فلاسفه پرسیده، از ادیان دیگر پرسیده، از مسیحیان پرسیده و از اسلامیان پرسیده و آخر کار اومده از یهودیان پرسیده. نکن دوباره من تکرار میکنم، نکن شما از روی خودنگری خودتون، درون اندیشی خودتون، اندیشه های خودتون، خرد و پرسشگرایی خودتون درباره طبیعه و ماورال طبیعت میای پرسش مطرح میکنید و فردی که پیر و مرشد هست باید در پاسخگویی به آن بر حال بیاد و فرد رو نکنید خدای یهودیت خدایی هستش که وقتی ما صحبتش میکنیم در تجلی نور بی انتها در حین ده ضربتی که از مصر در مقابله با فراعنه و استبداد بیان شد و اون گاه شماری آزادی یهودیت که جشن فطیر هستش که ما جشن میگیریم، این رهروی هست برای اینی که به هر حال فرد درک بکنه که ما در تعبد بودیم، ما برده بودیم و امروزه بردهداری نوین رو کنار میزنیم و به دنبال آزادی، مردم سالاری، به دور خردورزی هستیم و از این طریق هستش که از طریق پرسشگرایی همه چیز رو شما میتونید بیایید، همه متون رو میتونید زیر سوال ببرید و خودتون تصمیم زیربنای تمدن بشری بر روی ده فرمان و بایبل بنا شده. حالا ما وارد کنفوسیوس و آنچه که حمورابی بوده و غیر و اینها نمیشیم. یهود رو از روی خودشناسی خودتون میتونید و انگیزه های مثبتی که از مثبتگرایی و تفکر مثبت و تمرکز که داشته باشین از روی باورهای قلبی خودتون میتونید بشناسید که تا چه اندازه آنچه که نه خدایی که در وهله اول نکنید اول از همه چیز رو گفتیم از روی پرسشگرایی شما زیر سوال میبرید. یک نکنید یک مسئله باورهای شخصی خود فرده، نگری و خود اندیشی و همه چیز رو زیر سوال بردن بستگی داره شما در چه جامعه بزرگ شدی، در چه جامعه هستیم. شما نمیتونید بیای تمام فرهنگ خودتون رو کنار بزنید. همین بعد در وقت اگر من گفتم اگر من در یک قبیله آفریقایی، یعنی که در لبنان به دنیا اومده بودم، الان حزب اللهی بودم، یعنی که نمیدونم حماس بودم، یا یعنی که غیره، چگونه من میتونم از روی خود اندیشی خود نگری خودم درم میگم دیگه. بحث سر پرسشگرایی خودتونه، آنچه که فرهنگی که شما دارید ازش میاد از فرد میکنه با پرسش خودش مصادره به مطلوب بکنه. اونچه که ما تممون هست روشمندی گرویدن به ادیان هستش. حالا من کاری با ادیان ندارم، بحث من به یهودیت هست. یک اینی که فردی که میخواد به یهودیت بگروه درباره فرهنگی که از روی دینگوریزی خودش آنچه که داشته اون رو باید بیاندیشه و پرسش های درباره اون بکنه تا اینکه بتونه از اون درون نگری خودش از روی مثبتگرایی بتونه به خدای اون چی که باور داره برسه. حالا در این میان پیر و مرشدی هست که میگه زیربنای یهودیت بر روی ده فرمان بنا شده، بر روی گاه شماری روز آزادی خروج بنی اسرائیل بنا شده، از نقطه نظر جشن هایی که داریم بر روی تمام بر روی اون روز آزادی بنا شده. انبیایی که آمدن عصیان مردمی رو به دنبال داشتن و به دنبال حاکمیت نبودند و به دنبال این بودند که هم نوع خودت رو دوست بدار. تمام مسائل رو وقتی که خود فرد از چهارا هر دینی که داشته باشه به دنبال اون پرسش کلوی وقتی پرسش ها رو مطرح بکنه و پاسخی رو
دریافت بکنه، اون موقع هست. چرا؟ به خاطر اینکه یک